فصل نهم. شاول از تهدید و کشتن پیروان خداوند به هیچ نحوی دست بردار نبود. او پیش کاهن اعظم رفت و تقاضای معرفی نامه‌هایی برای کنیسه‌های دمشق کرد تا چنانکه مرد یا زنی را از اهل طریقت پیدا کند، آنها را دستگیر کرده به اورشلیم آورد. شاول هنوز به دمشق نرسیده بود که ناگهان نزدیک شهر نوری از آسمان در اطراف او تابید. او به زمین افتاد و صدایی شنید که می گفت: ای شاول، شاول، چرا بر من جفا می کنی؟ شاول پرسید: خداوندا، تو کیستی؟ پاسخ داد: من عیسی هستم، همان کسی که تو بر او جفا می کنی. ولی برخیز و به شهر برو و در آنجا به تو گفته خواهد شد که چه باید بکنی. در این هنگام همسفران شاول خاموش ماندند، زیرا اگرچه صدا را میشنیدند ولی کسی را نمیدیدند. پس شاول از زمین برخاست و با اینکه چشمانش باز بود چیزی نمیدید، دستش را گرفتند و او را به دمشق هدایت کردند. در آنجا 3 روز نابینا ماند و چیزی نخورد و ننوشید. یکی از ایمانداران به نام حنانیا در شهر دمشق زندگی میکرد. خداوند در رویا به او ظاهر شد و فرمود: ای حنانیا. او پاسخ داد: بلی ای خداوند، آمادم. خداوند فرمود: برخیز و به کوچه‌ای که آن را راست مینامند برو و در خانه یهودا سراغ شخصی به نام شاول ترسوسی را بگیر. او به دعا مشغول است و در رویا مردی را دیده است به نام حنانیا که می آید و بر او دست می‌گذارد و بینایی او را باز می‌گرداند. حنانیا عرض کرد: خداوندا، درباره این شخص و آن همه آزار که او به قوم تو در اورشلیم رسانیده است چیزهایی شنیدم و حالا از طرف سران کاهنان اختیار یافته و به اینجا آمده است تا همه کسانی را که به تو روی می‌آورند دستگیر کند. اما خداوند به او گفت: تو باید بروی، زیرا این شخص وسیله ایش که من انتخاب کردم تا نام مرا به ملت‌ها و پادشاهان آنان و قوم اسرائیل اعلام نماید. خود من به او نشان خواهم داد که چه رنج‌های بسیاری به خاطر نام من متحمل خواهد شد. پس حنانیا رفت، وارد آن خانه شد و دست بر شاول گذاشت و گفت: ای برادر، ای شاول، خداوند، یعنی همان عیسایی که بین راه به تو ظاهر شد، مرا فرستاده است تا تو بینایی خود را باز یابی و از روح القدس پرگردی. در همان لحظه چیزی مانند پوسته از چشمان شاول افتاد و بینایی خود را باز یافت و برخواسته تعمید گرفت. بعد از آن غذا خورد و قوت گرفت. شاول مدتی در دمشق با ایمانداران به سر برد و طولی نکشید که در کنیسه‌های دمشق به طور آشکار اعلام می‌کرد که عیسی پسر خداست. هر کس سخنان او را می‌شنید در حیرت می‌افتاد و می‌گفت: مگر این همان کسی نیست که در اورشلیم کسانی که نام عیسی را بر زبان می‌آوردند نابود می‌کرد؟ و آیا منظور او از آمدن به اینجا فقط این نیست که آنان را بگیرد و به دست سران کاهنان بسپارد؟ اما قدرت کلام شاول روز به روز بیشتر می شد و یهودیان دمشق را با دلایل انکارناپذیر مجاب می ساخت که عیسی مسیح موعود است. پس از مدتی یهودیان توطئه کردند تا او را به قتل برسانند، اما شاول از نیت آنان باخبر شد. یهودیان حتی دروازه های شهر را شب و روز تحت نظر داشتند تا او را بکشند، ولی شاگردان او را شبانه در داخل سبدی گذاشتند و از دیوار شهر به پایین فرستادند. وقتی شاول به اورشلیم رسید، سعی نمود به سایر شاگردان عیسی ملحق شوند، اما آنان از او بیم داشتند، زیرا قبول نمی‌کردند که او واقعاً پیرو عیسی شده باشد. به هر حال برنابا او را برداشت و به حضور رسولان آورد و برایشان شرح داد که چگونه او در راه دمشق خداوند را دیده و چطور خداوند با او سخن گفته و به چه ترتیب شاول در دمشق بیباکانه به نام عیسی وعظ کرده است.
به این ترتیب شاول در اورشلیم با آنان آمد و رفت پیدا کرد و آشکارا بدون ترس به نام خداوند موعظه می کرد و با یهودیان یونانی زبان مباحثه و گفتگو می نمود، به طوری که آنان قصد جان او را داشتند. وقتی برادران از این موضوع آگاه شدند، شاول را به قیصریه رسانیدند و او را روانه ترسوس کردند. به این ترتیب کلیسا در سراسر یهودیه و جلیل و سامره آرامش یافت، در حالی که آنان در خدا ترسی و تقویت روح القدس به سر می بردن، کلیسا از لحاظ نیرو و تعداد رشد می کرد. پتروس از همه جا دیدن می کرد و یک بار نیز به دیدن مقدسین مقیم لده رفت. در آنجا شخصی را به نام اینیاس که به مدت 8 سال مفلوج و بستری بود دید. پتروس به او گفت: ای اینیاس، عیسی مسیح تو را شفا می بخشد، بلند شو و رخت خواب خود را جمع کن. او فوراً از جا برخاست و جمعی ساکنان لده و دشت سارون او را دیدند و به خداوند روی آوردند. در یافا یکی از ایمانداران که زنی به نام تبیتا بود زندگی می کرد. ترجمه یونانی نام او دورکاس به معنی آهوست. این زن که بسیار نیکوکار و بخشنده بود، در این زمان بیمار شد و فوت کرد. او را غسل دادند و در بالاخانه‌ای گذاشتند. ایمانداران که شنیده بودند پتروس در لده است، به سبب نزدیکی لده به یافا، 2 نفر را پیش او فرستادند و تقاضا نمودند هر چه زودتر خود را به ما برسان. پتروس بیدرنگ به اتفاق آنان حرکت کرد و به همین که با آنجا رسید او را به آن بالاخانه بردند. بیوه زنان گریه‌کنان دور او را گرفتند و همه پیراهنها و لباسهایی را که دورکاس در زمان حیات خود دوخته بود به او نشان دادند. پتروس همه آنان را از اتاق بیرون کرد. سپس زانو زد و دعا نمود و رو به جسد کرده گفت: ای تبیتا، برخیز. او چشمان خود را گشود و وقتی پتروس را دید راست نشست. پتروس دست خود را به او داد و او را روی پا بلند کرد. سپس مقدسین و بیوه زنان را صدا زد و او را زنده به ایشان سپرد. این موضوع در سراسر یافا منتشر شد و بسیاری به خداوند ایمان آوردند. پتروس روزهای زیادی در یافا مان و با شمعون دباغ زندگی می کرد.